اتفاقا این نکته هست. از همون آیه دوم سوره بقره که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب هدایت است برای متقین. این متقین یعنی همونا که مزاجشون پاکه، یعنی همونایی که وجودشون کج نیست، نه متقی یعنی کسایی که دین دارن و ایمان، اونا که هنوز بنا نیست، این کتاب تازه اومده که اونا ایمان بیارن. ولی میگه این قرآن به درد همه کس نمیخوره، نه فقط این قرآن، این مثنوی هم به درد همه نمیخوره، اون تورات هم به درد همه نمیخوره، انجیل هم نمیخوره، نمیخوره. برای اینکه آدمی که کج بینه همه اینا رو کج میفهمه و کج میبینه، هدایتش نمیکنه. در قرآن هست که ولیزیدن نکثیرم منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، بسیاری از این افراد، این قرآنی که به تو نازل شده موجب افزایش طغیان و کفرشون میشه. نه تنها هدایتشون رو افزونتر نمی کنه، ایمانشون رو افزونتر نمی کنه، طغیان و کفرشون رو افزونتر می کنه. و باز اون ابیاتی که از دفتر سوم مثلا می خواندیم که چی؟ زانی که زین قرآن بسی گمره شدند، زین رسن قومی درون چه شدند، مر رسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سربالا نبود. این کلمه سودای سربالا از اون لطیفترین و پرمغزترین تعبیرات مولانا. میگه این تناب و دست شما دادن، خب شما سودای سربالا نداری، یعنی نمیخوای بری بالا، این تناب رو نمیگیری بری بالا، میگیری میری تای چاه. یه کسی تای چاه همین تناب رو داره میگیره و میاد بالا. لذا ببینید سودای سربالا این مقدمه بر استفاده است که شما از وسیله‌ای میکنید که در اختیار شما قرار میگیره. چاقو رو در اختیار شما قرار میدن، چه سودای شما داری؟ چراغ رو در اختیار شما قرار میدن، چه سودای شما داری؟ وقت میبینید شما خدا نکرده مشکلاتی دارید، چراغ رو فوت میکنه خاموشه، به جایی که این چراغ رو حفظ کنید و نگهداری کنید که شعله ور بشه، روشناییش پایدار بمانه، به خانه دیگران ببرید، روشنایی رو با اونها قسمت کنید. خب اون یه جوره، اون یه سوداست. یه سودای دیگه اینه که چراغ رو بزنید بشکنید، نه خودتون و نه دیگران بهره نبرید. پس مر رسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سر بالا نبود. این بزرگان و پیامبران همینطور، اینا در درجه اول اومده بودن غرض آدم رو درست کنن، دوبینی و لوچیشون رو از اونها بگیرن، استقامت شخصیت بدن، پاکی مزاج بدن و توانایی برای راست دیدن و راست اندیشیدن بدن. مولوی همه اینها رو داره اینجا میگه. شیشه یک بود و به چشمش دو نمود، چون شکست و شیشه را دیگر نبود. چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم، بعد مرد احول گردد از میلان و خشم. خشم و شهوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند. چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. چون دهد قاضی به دل رشوت قرار، کی شناسد ظالم از مظلوم زار. مثال دیگرش هم اینه که قاضی که چشمش به دست و رشوه و تحفه این و اونه، این دیگه کی میتونه یک قضاوت به حق بکنه؟ این احول است، این دوبین است، این کجبین است و داوری های او ناراست است. مثال مولوی همیشه یکی آینه است و یکی زوز. میگه این دوتا بهترین نمادند برای اینکه آدمی بداند چگونه باید رفتار بکنه. گر ترازو را طمع بودی به مال، راست کی گفتی ترازو وصف حال. اگه این ترازو از یه چیزی خوشش بیاد و اونو یه سنگین تر نشون بده، این دیگه ترازو نشود. حالا شما در مقام قاضی اگر از یکی از دو طرفی که به خصومت نزد شما اومدن یکی رو بیشتر دوست داری، یکی رو خوشت میاد، یکی به شما یه رشوه ای داده، دیگه وقت کدوم قضاوت؟ میلان و خشم، یا از یک کسی بغضی داری، با او دشمنی داری. خب اینا در گلستان